سلطنت عشق نام کرب و بلا ازل سے پرچم عباس ہے نشان جس کا جہاں پہ نقش ہے مولا حسین کا سجدہ وہاں پہ کرنے کو سجدہ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله وحبيبه خير الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأئمة المعصومين الغر الميامين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون أكثر ربي غنبر محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه امروز مطابق یک روایتی روز شهادتی آقای امام حسن مجتبی علیه السلام بود هفته صفر و چون که روایتی 28 صفر شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام تحت الشعاع رحلت پیغمبر اکرم باز اوقات قرار میگره لذا بزرگان از ما تاکید دارن که هفته صفر را به عنوان روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام بگیره. شما توکن دیرا دیشاو خدمت شما ما عرض کردم که مختلف عوامل را مونده بارش بحث کردیگر در ذهن شریف باشه که چی چیزهایی باعث میشه انسان از ولی خدا فاصله بگیره خط انسان از خط ولی خدا جدا شونه چندان از عوامل را مو خدمت شما بحث کردیم آلودگی ها گناه ها تعلقات فصل دنیوی و امیران گرس کردیم که اهداف بلندی از اونا اهداف اولیاء چون بسیار زد بلند است و خیلی حوصله و حال رفتن به طرف از بلندی ها را نداره رایشان جدا میشه و امیر انگدیش عرض کردیم که شبهات و فتنه ها هم یکی از عواملی است که باعث میشه انسان از ولی خدا فاصله بگیره اما سوال مهمی است که اینا را همو یک چند شب خدمت شما بحث کردیم که چی چیزهای باعث میشه انسان از ولی خدا جدا شد سوال مهمی است که مو چی کار کنی که تا مو از ولی خدا جدا نشد مو باید چی کار کنیم تا خط از مو از خط ولی خدا جدا نشد سوال مهمی است مو چی کار کنیم که همیشه
در معیت و همراهی ولی خدا باش. هیچ وقت از ولی خدا جدا نشونیم. ما چی کار کنیم؟ پیش از اینکه ما این مطلب را خدمت شما عرض کنیم که ما چی کار کنیم، این مطلب را انشاءالله ما خدمت شما از منی زیارت عاشورا میخواییم خدمت شما عرض کنیم که ما میخواییم ما چی کار کنیم، چه شرایطی باید در منی مد وجود باید تا که ما از ولی خدا جدا نشونیم. لیکن پیش از اینکه ما این مطلب را خدمت شما زیارت عاشورا عرض کنیم، یک نکته ای را در عنوان مقدمه ما باید خدمت شما بیان کنیم و او مقدمه ای است که باید توخ کنیم امی مقامی سربازی و سپاهی ولی خدا بودن چقدر ارزش داره. مقامی در خدمت ولی خدا، در خدمت امام معصوم بودن چی ارزشی داره واقعا؟ شما توخ کن یک انسان غیر معصوم بالترین مقام چی است که در خدمت معصوم باشه؟ انسان غیر معصوم بلندترین مقام چی است که در خدمت معصوم باشه؟ و نه فقط مو، بلکه انبیا و پیغمبران اولو العزم خداوند متعال افتخارشان ای بود که یکی از شیعان علی ابن ابی طالب بودن. انبیای الهی از افتخارشان بودن که اونها از پیروان و شیعان علی علیه السلام بود. حضرت ابراهیم علیه السلام که یک پیغمبری بسیار بزرگواری است، شیخ الانبیا است، شما دوخ که مریض قرآن شریفه که میفرماید و من شیعتهی لابراهیم، یعنی یکی از شیعان ازو ابراهیم علیه السلام است، از جمله شیعان ازو ابراهیم علیه السلام است. من یه روایت است که امام باقر علیه السلام فرمود ای که مگه یکی از شیعان ازو ابراهیم است، یعنی از شیعان علی است حضرت ابراهیم. امام باقر سلام الله علیه فرمود. پس نه فقط افتخار من و شما، بلکه افتخار انبیا است که در خدمت یزی بزرگواران باشه، در خدمت ولی خدا باشه زانی گرامی. لذا خدمت مقام سربازی امامی زمان علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یعنی او چیزی را که ما میتونیم داشته برسیم، او بالترین مقامی را که ما میتونیم شر حاصل کنیم و تمام تلاش و کوشش خور باید ما برای امزی بریم که دمزو مقام برسیم و او مقام را حفظ کنیم. اینمی مقامی در خدمت ولی خود که البته در حقیقت در خدمت خدا بودن است، در خدمت امام معصوم بودن در حقیقت در خدمت خداوند متعال بودن است. شما دوخ کن امی اهل بیت علیه السلام بسیار زیاد مورد من دعاها یاد میده که از خدا امی مقام را بخواییم. اهل بیت عصمت و طهارت در بسیار جاها بسیار داشت تاکید کرده مورد یاد میدن در اوتا مخصوصا در من دعاها که امی مقام را از خداوند متعال بخواییم. در من مفاتیح الجنان تعقیبات نماز صبح اصلا که شما بعد از دعای ندبه من این مفاتیح میتنیم این تعقیبات را پیدا کنیم. یک دعای است که قدر سلامی در امام زمان شروع میشه، السلام اللهم بلغ سلام، جملهش از ذهن یک دفعه بدر شده، یک صلوات بخوان شما بر محمد. شروع میشه که مگه اللهم بلغ مولای صاحب الزمان، قد این جمله شروع میشه ای امی تعقیبات نماز صبح کسته. بعد از نماز، بعد از دعای ندبه شما میتنید منیزو کتاب مفاتیح الجنان پیدا کنید کسته، نیم صفحه زیاد نیست. منیزی دعا شما توخ کن اهل بیت علیه السلام مرا یاد میده درو که از خدا چی بخواه، امی مقام را از خدا بخواه. اللهم بلغ مولای صاحب الزمان، از بعد آخر شم مگه دست راست خور دست چپ خوب بیدین دا کنایه از ای که قد امام خود درو تجدید بیعت مونین، احد خور درو نو کدر اینی است، هر روز هر صبح احد خور درو قد امام خود درو نو کدر اینی است. این نشانی ازی است. اللهم بلغ مولای صاحب الزمان و جعلنی من انصاره و اشیائه و الزابین عنه و جعلنی من المستشهدین بین یدی. خدای متعال ای خدایا مرا تو جز ایک کسانی قرار بدی که از پیروان امام معصوم باشم، از کسانی که کمک میده در امام معصوم از اونایی باشم و در رکاب امام معصوم قدم بال کنم و در نهایتم در رکاب از اونا در شهادت برسم. مرا جز این امزی کسا قرار بدی. اهل بیت در امور یاد میده که از خدا می مقام را بخواییم.
مقامی سربازی و سپاهی امام معصوم بودن را از او بعد بورین دمانی دعای عهد توخیم دعای عهدم خبر داره که داخرهای مفاتیح شمار ملاون شد دعای عهدی که مستحب بس به انسان هر صبح بیخانه شد این دعای عهد جوانان عزیز بسیار یک دعای خوبصورتی است واقعا شما خبر دارین که امام صادق علیه السلام بفرمایند که هر کس امی دعا را چیل صبح بخانه هر کس امی دعا را چیل صبح بخانه او قطعا از یاران امام زمان علیه السلام قرار میگره و اگر قبل از ظهور آقا امام زمان این شخص از دنیا بره وقتی که امام ظهور کرد این دوباره زنده مونه یعنی رجعت خبر داریم که رجعت یکی از اعتقادات مسلم مذهب شیعه است اگر موت منی از این شخص و امام زمان ظهور امام فاصله انداخت امام مغیر بر میگردانه این دوباره زنده مونن چرا که البته قاعدتا شما خبر دارین که منظور امام که مگه اگر چیل صبح شما این دعا را بخوانید و در این مقام بلند در از این مقام بسیار بلند که شما را حتی اگر مرده هم باشین در دنیای دیگر رفته باشین خدا شما را زنده نه تا دست رکاب امام زمان سربازی کنید سپاهی شتیار شوید خبر دارین که قاعدتا منظور امامی نیست که چیل صبح خشک و خالی یک دنه می چار دنه کلام را بخوان بس دمزی مقام برسید نه زمان انسان در این مقام میرسه که تی تا چیل صبح را اما عهدی را که تو خود امام زمان خوب استه در پای از او عهد وفادار باشی بی استه در پای از او عهد او بیعتی را که خود امام زمان خوب کرده در پایش باید استه باشی او عهد چی بود؟ چی عهدی مو قد امام زمان بستیم؟ چی عهدی مو قد ولی خدا بستیم؟ او عهدی است که یا امام زمان ما تمام سرمایه های خور می خواهیم در خدمت از شما بدم ما علم خورا، فکر خورا، قدرت بازوی خورا، دولت خورا، آبروی خورا، هنر خورا هر چی که درون می خواهیم در خدمت از شما بیرم شد این امو عهدی است که مو قد امامی معصوم بستیم ای تمام یعنی تمام سرمایه های خورا یا امام هر چی که دروم دمنی از عالم هر سرمایه‌ای که در اختیار از ماست ما میخوایم در اختیار شما که ولی خدا هستین قرار بدم یعنی هر وقت که شما از ما یک چیز بخواید ما فوراً بدم و دریغ نکنم اگر ایگو کس تا چیل صبر ایرنگ محافظی سرمایه های خوب باشه و یک دن از سرمایه های خود در راه شیطان خرج نکنه بلکه تمام شد در راه ولی خدا خرج کنه شک نکنه که او جزء سربازای امام زمان قرار میگیره امام صادق علیه السلام اینی رنگ مگه دعای عهد بخوان نه اینکه ما یک دو صفحه دعای دیگه روز خوش و خالی بخوان و ما دمنی زندگی و عهد را که قد امام بستم رو بالکل بگرم فراموش کنم و اثر نداره لحظه شما تو که این دعای عهد بسیار خوب منی از این دعای عهد مورا امام معصوم دارم یک چیزی بالتر شیر دارم مورا یاد میده یک چیزی بسیار بالتر شیر دارم مورا یاد میده دارم مقام سربازی را دارم بحث میکنیم دیگه منی از این دعا شما تو که کی مگه امام معصوم چی مگه اللهم ان حال بيني وبينه الموت الذي جعلته لعبادك حتما مقضيا فاخرجني من قبري مگه خدا اگر مرگ منی از ما و امام زمان فاصله انداخت تو مرا از منی قبر ما دوباره زنده کنو اگر مرگ منی از ما و امام زمان فاصله انداخت منی در رکاب امام بودن فاصله انداخت فاخرجني من قبري از قبر ما را دوباره زنده کنو فاخرجنی من قبری شاهرن سیفی منبیان مقتدرن کفنی شاهرن سیفی مجردن خناتی منبیان دعوت الدائی خدایا مرد از قبر ما دوباره زنده کنو مرا تا ما در خدمت و در رکاب امام زمان علیه السلام باشه اینی را در اون مگه ایمان مگه از خداوند مطالبه خواهی اگر توخین این منطقی یک مؤمن نیست منطقی یک انسان مؤمن اینمی است که حتی مرگ هم نمیتنه منی از او و امام چی فاصله بیندازه حتی مرگ هم نمیتنه منی از او و امام زمان فاصله بیندازه خبر دارین یک روایتی است مگه وقتی که انسان امی عاشقان امام زمان امونایی که در عالم دنیا خواهش داشتن آرزو داشتن و خودون خوره آماده کرده بودن و رنگ تربیت کرده بودن که میخواستن در رکاب امام زمان باشه وقتی که اینا موم را در عالم برزخ موره روایت داره که مگه اوتی المؤمنو فی قبره مگه در عالم برزخ ما این در پیشی انسان های مؤمن چی مگه شیره؟ مگه یا حادا قد ظهر صاحبک ای فلانی صاحب تو امروز در دنیا ظهور کرده صاحب تو امروز در دنیا ظهور کرده مگه اور چی مگه؟ مگه فا انتشع انتلحق به فالحق اگر میخوایی
قد از اون ملحق شدی خب بسم الله برو ملحق شدی ما تو رو زنده مونی تا که در ایکاب شدو باشی و انتشا ان تقیم فی کرامت من ربک فاقیم اگر میخوای امین جی در منی بهشت برزخی خوب باشی و از نعمتهای خدای خوب بهرمند شدی خوب امین جی باش روایت داره که اونون جیسته که بعضی از عاشقان امام زمان سلام علیه بر میگردن در دنیا و پس ماین شما خیال نیم کس خیال نکنم این که مردی بس ختم شدی که ما خو مردم دیگه بس رابطه در امام زمان نمیتونم نه کسی که عاشق واقعی امام زمان سلام علیه باشه که قد مردن فراموش نمونه که امام زمان خوره تازه قد مردن شروع موشه فراموش نمونه و خوشا به حال کسانی که این اند خود خود تربیت کنه خوشا به حال کسانی که حتی مرد هم نمیتنه بلی از او و امام زمان چه فاصله بیندازه الله اکبر یک مطلب را عرض مونم خدمت شما خوب دقت کنین عزیزان گرامی بسیار آموزنده بسیار کس درس منیزی وجود در واقعا اما اشتیاق انسان را نسبت به امام زمان دو چندان مونه صد چندان مونه ما هر دفعه که مطلب را خود میگوجای مطالعه مونم یا میشنوم اسلام آور برای بنده حقیر یک درسی است یک کتابی وجود داره در نام سیاحت غرب شاید خیلی از جوانان شنیده باشن چه سیاحت غرب یک کتابی است که آقای آیت الله نجفی قوچانی لکھای گده شده یک زندگی نامه یا آیت الله نجفی قوچانی از شاگردان مرحوم اخوند صاحب کفایه بود در نجف از بزرگان از موسی خیلی سال شاید 50-60 سال پیش از دنیا رفتش اب 60-70 سال پیش کتابی لکھائی گده در نام سیاحت غرب یک کتابی دیگه هم داره در نام سیاحت شرق سیاحت شرق زندگی نامه امزی دنیایش است زندگی نامه امزی دنیایش کجا پیدا شدم حوزه علمیه در کجا رفت اصفهان رفتن چی نجف رفتن چی تمام همی چیزا لکھائی گده منیش سیاحت شرق شکی خیلی چیزای خوبی منیش بیان کده اما یک کتاب دیگه داره در نام سیاحت شرق که این زندگی نامه بعد از مرگ شست زندگی نامه بعد از مرگ آقای نجفی قوچانی که خودش لکھائی گده خب در ذهن شما ممکن سوال ایجاد شده که انسان چطور زندگی نامه بعد از مرگ خود چطور لکھائی گده درباره دنیا خوب و درست ده. مگر خبر بود که چی اتفاقات قرار است برایش بفته بعد از مرگ بود از دنیا دا زندگی نامه بعد از مرگ خود لکھائی گده اینمی سوال شهید مطهری مزمزی بزرگوار کده بود شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه قد از بزرگوار در رابطه بود در جوانی های خود قد آقای نجفی قوچان یک روزی مگه ما پرسان کدوم از بزرگوار که آقا شما سیاحت غرب را زندگی بعد از مرگ خود زندگی نامش چطور لکھائی گده که آقای نجفی قوچانی فرموده بودن که ما این کتاب را لکھائی کدوم اولا بر اساس مطابق از اون روایاتی که اهل بیت از پیش از مو خبر داده که بعد از مرگ چی اتفاقاتی قرار است بفته بعد از مرگ چی رنگ منازلی وجود داره برزخ چیه آخرت چیه منازل اخروی چیه مطابق از روایاتی که اهل بیت از پیش مور خبر داده اولا و ثانیا دوما مطابق از اون مکاشفه هایی که در منیز مکاشفه خدا خود چی مر یک از من چندن از منظره های عالم برزخ و قیامت را مر نشو داده منیز خود مر نشو داده خبر در مکاشفه یک حالتی را مونگه که نه انسان در منیز حالت خواه نه بیدار یک حالت بینابین خواه و بیداری است که بسیار واضح هست بسیار حقایقی البته در خوبان خدایی حالت را برشی در وجود میره که در حالت انسان یک مکاشفه موشه یک علمی داشی خلاصه حاصل موشه که خلاصه نصیب کس در کس نموشه کسانی بزرگوارانی مثل زی که خودم خود یک جای رسنده بوده لذا گفت ما بر اساس انزی دو چیز این کتاب را لکھائی کدم و خیلی جذاب لکھائی کدم این قدر مگه قلم یزی بزرگواری قدر روان و سلیس 60-70 سال پیش این قدر خوبصورت امین منظر کشی را کده در عالم برزخ چی موشه در عالم آخرت چی موشه که واقعا بسیار جذاب است حتی فیلم شده متیار کدن در ایران فیلم شده متیار کدن اما جذابیت خود کتاب از فیلم شده زیادتر است بسیار در خوبصورت انداز کست منظر کشی کده مواقعی و منزلهای را که خود چی دیده و آئمه گفته بعد از مرگ چی اتفاقاتی مفته منظور از ما اینی جای است که آقای نجفی قوچانی کتاب را قدمزی جمله شروع نه و من مردم قدمزی جمله و ما مردم شروع منه و از اون باید بیان منه که چی منازلی در آخرت وجود داره و چی منازلی انسان باید طی کنه یک جایشی آقای نجفی قوچانی مگه یکی از مناظرها و یکی از منظرها و صحنه‌هایی را که مرد عالم برزخ نشان داد این بود که مگه مرا یک وقتی مگه امانت فرشته ها گفت که آقای نجفی آماده باش او امامزاده هایی را که دو دنیا برای زیارت چی رفته بودی اونا قرار است برای ملاقات تو باید امامزاده هایی را که
در دنیا برای زیارت چند رفته بودی قرار برای ملاقات تو باید این موقع ما خیلی خوشحال شدم بسیار خوشحال شدم که این بزرگواران ملاقات خورشتن در کدام جایی در جایی که انسان زیاد محتاج است در جایی که انسان زیاد نیاز در این ملاقات ها دارم موقع ما ایشتم موقع مرا مادر گفتن که اوی امامزاده ها قرار است در ملاقات تو باید تازه این امامزاده ها است که قرار است ملاقات تو باید اوی زیارت یزو امامایی که رفته بودین اونا خود خورشته برای این منازل بسیار هولناک و سختی روز قیامت اونجی ایشته آیم ما خودون خورد شما خبر دارین که یک از علمای از ما بود دنامی آقای شیخ شیخ مرتضای حیری بچه شیخ عبدالحسین حائری یزدی که مؤسس قم بودد مؤسس حوزه علمی قم بودد بچه زنا بودن ایناش یکی از استادای مراجع فعلی که هنوز زنده است بسیار شخصیت بزرگوار بود آقای شیخ شیخ مرتضای حائری بسیار یک انسان با کرامت مجتهد یک انسان عالم مگه یکی از بزرگان بعد از مرگش اینا خواب دیده بود این بزرگوار عجیب عاشق امام رضا بود همین آقای شیخ مرتضای حائری عجیب عاشق امام رضا بود میگفت مو تمام چهارده معصوم را خلاصه کرده من امام رضا عجیب عاشق امام رضا بود تا یک دو روز چوکی میلام شد میدوید سه روز میدوید طرفی هر امام رضا علیه السلام سفر میکرد تقریبا نزدیک 74 یا 75 دفعه در زندگی خود برای زیارت امام رفته بود یک از بزرگان بعد از مرگش اینا را خواب میگرند و شن پرسان نکی آیه حیری او زیارت هایی که تو در دنیا برای امام رضا رفتی آیه بجای در درد خورد گفت دخاو گفته بودی بزرگوار گفت چی مگی؟ به تعدادی که ما در دنیا برای زیارت امام رضا علیه السلام رفتدم در اونزو تعداد امام رضا در برزخ مامده پیش برای ملاقات مامده امام رضا علیه السلام و تازه این ملاقات های برزخ امام رضا علیه السلام است امام رضا ملک روایت فرمود که ما در جاهای سخت قیامت برای کمک زوارهای خمائیم نمانی از روایت است منظرنی علی بعد داری من زارني على بعد داري اتيته يوم القيامه في ثلاث مواطن فاخلصهم من احوالهم وما هذا سيجا سخط قيامت دا كومك زائرين خمايم تاكي اونا از از سختي از مرحله ومنزل نجات بدون دا كجا ها ماي مگه ان دا تطاير الكتب زماني كه نامه عمل شمرد به شما ميده اونجي ما ماي بري كومك زوار هاي خو يا اونجي و ان دا صراط دبره پول سرات ما مایم به کمک شما و عند المیزان زمانی که میخوایا اعمال شما را قد میزان الاعمال یعنی علی ابن ابی طالب مقایسه کرد خیلی دوستای مرحله سخت است شما تصور کنید که عمل از نظر بلا پیش میزان و اعمال خیلی انسان خجالت میشود اونون که امام رضا گفت ما برای کمک شما مایم لذا ائمه علیه السلام گفت از اینا خودون خور اشته که برای مقامات سخت قیامت پیش از موبایل خب آقای نجفی قوچانی مونگا مرا اینا گفتن که آماده باش امامزاده هایی که تو زیارت شفته اون آمائی مونگا ما آماده شدم یک مرتبه دیدم که بزرگوارا رسید یک چهره های نورانی که قد حضورشن وقتی که مونگا منیم زو مقام برزخی از مکی آمادن مونگا بهشت برزخی ما وسیع شد وقتی بزرگوارا تشریف رود و مونگا پیش از تمامی از امامزاده های بزرگوار پیش از اینا آقا بلفضل لباس و علی اکبر علیه ما سلام بود از تا مونگا در پیشی دو چون مونگا ما زیاد در برای زیارت از این دو بزرگوار رفته بودم از تا مونگا در پیش این دو بزرگوار مونگا دیدم قد امامزاده ها حبیب ابن مظاهر هم در اومد مونگا ما حبیب ابن مظاهر در کنار از من استه شد گفت آقای نجفی مونگا استه استه مونگا گوش از گفت آقای نجفی زینب کبرا تو سلام رسند حضرت زینب تو سلام رسند و گفت که ما تو کی فراموش کردی ما شما فراموش نکردیم ما خبریم که چی رنگ شما برای عزای مظلومیت از ما اهل بیت چی رنگ شما گریه کردیم ما شما کی فراموش کردیم ما دیدیم که شما چی رنگ سوختیم در عزای از ما کای مو شمر فراموش کده آقای نجفی ما دیدیم که چی رنگ تو برای زیارت برادر ما حسین چه قدر مشکلات را تو برداشت کردی مو کای فراموش کدی حبیب گفت آقای نجفی حضرت زینب تو سلام رسن که آقای نجفی مو گمون ما یک مرتبه خجالت کشیم گفتم ما کی هستم که زینب کبرا از ما سلام برسن من که باشم که بران خاطر آتر گذرم ای خاک در تاج سر شما هستین لطف ها میکنی ای خاک در تاج سر شما هستین که لطف کردین به حق از مود مو دین جرس ما چی کاری مو ما دمزی چیزا بود یک مرتبه توجه به طرف آقا بلفضل لباس و علی اکبر علیه ما سن دیدم که بزرگواران مسلح هستن دیدم که دو بزرگوار
مسلح هستن، لباس جنگ بر تن دارن، سلاح دارن. من خود گفتم خدایا عالم آخرت کی جای جنگ نیه، این بزرگوارا چرا مسلح هستن؟ مگه زهبی پرسان کردم که این بزرگوارا چرا هنوز مسلح هستن؟ مگه اون مرتبه عشق تمنی چمای حبیب جمع شد، گفت این دو بزرگوار وقتی که در دنیا بودن ایک قدر اراده مضبوط، ایک قدر اراده محکم داشتن برای یاری امام حسین علیه السلام، که امو اراده محکم شن در نظر استو در عالم برزخ در صورت سلاح و لباس جنگ متمثل شده ظاهر شده. و اراده محکم از اونا در صورت سلاح جنگی برای تو ظاهر شده. کنایه از این که اینها آماده آماده است که رجعت واقع شده و اینها باید دنیا ظهور کنه و خدمت امام زمان علیه السلام باشه، در رکاب امام زمان علیه السلام باشه. این کنایه از این است که اینها همیشه در هر آن آماده است، فقط منتظر امامشان ظهور کنه و باید در رکاب امام زمان این دو نفر این بزرگوارا باشه. عجیب و یک روایت از امام باقر علیه السلام است، یک صلوات بخوانو بر محمد. امام باقر علیه السلام خبر این که در کربلا حضور داشت. امام باقر در کربلا 4 سال یا 5 سال زیاد عمر نداشت. جزئی امزو 24 دانه بچه بود که در کربلا حضور داشت. در کربلا 24 دانه بچه 4 سال 5 سال دمزی عمره وجود داشت. یکی از اونها امام باقر علیه السلام بود. امام باقر میفرمود من یک روایتی گفت من تمام کربلا را یاد می‌کنم. تمام کربلا. گفت شب عاشورا وقتی که امام حسین علیه السلام جد مظلوم اصحاب و یارای خود گفت ما فردا شهید میشیم. مو صبح عاشور مو شهید مشیم. اما عزیزانم ایره بدانین که وقتی که مهدی موعود از مو ظهور کرد مو بر میگردیم، مو عباس مایم. امام باقر مگه تا که جد مظلوم و امیر گفت دا یارای خو گویا مست شدن دا وجد مادن بود از بس خوشحال شدن، اینا بر میگردن ای بزرگوارا. لحاظا آقای نجفی قوچانی گفت یکی از منظرهایی که مرد برزخ نشان دادن امی بود، یکی از منظرهای دیگهی که مگه مرد عالم برزخ نشان داد مگه او ای بود که مگه چهره طفل شش ماهه مظلوم امام حسین را از من نشان دادن. مگه دیدم زیر گلویشن یک لکیر سرخی است، یک هارگردن مثل شبیه یک لکیر سرخ در زیر گردن از این طفل شیرخاره موجود است. زباهه من الازن الى الازن. گفت ما امزو رهنمای ما که قد از ما قاطی بوده البته او دیگر حبیب خودمانی زو دیگر منظر بود و گذشت. مگه اینجا یک رهنمایی که ما داشتم البته اینا رو بولید خودانشون بخانین انشاءالله، جوانای کتاب را پیدا کن سیاحت شرق را خودانشون بخانین، اگر از این پیش خاندین باز بولین بخانین، 10 دفعه بخانین، 15 دفعه بخانین بسیار موثره. اگر هم نخاندین پیدا کن خودانشون بخانین که رهنمای آقای قوچانی در بنی عالم برزخ کی بود که رهنمایی بود. مگفت ما زیر رهنمایی قرصان کردم که این لکیر سرخ زیر گلوی ازی شیرخاره چی است؟ مگه او من گفت که این لکیر نشانی مظلومیت ابا عبدالله حسین است و این لکیر در زیر گلوی ازی طفل شیرخاره ممنه تا زمانی که منتقیم از اینا ظهور کنه و منتقام تمام ظلمهای تاریخ را از انسان های ظالم بگیره. تا حضور چیم را آقای نجفی قوچانی مگه ما این دو منظر را وقتی که دیدم دوالنا منظر هم مرا خبر دادن که دو بزرگوار که مسلح هستن منتظر امام خواستن تا او برگرده و اینا ظهور کنه اینا در رکاب شد باشه، و دویمنا منظر که در اون مگه لکیر سرخ تا ظهور منتقیم از اینا هستن تا که او باید ظهور کنه و انتخاب بگیره. ما که اینا رو شنیدم مگه حال ما یک دفعه چین شد، یک حال دیگر برای از ما تاری شد، حال ما حال و هوای از ما چین شد مگه با این که مگه در حالی که مگه خوب جایی در بهشت در برزخ پرده داد ما تبنی بهشت برزخی مر جایی داده بود، اما حال ما بدلی شد. چرا؟ مگه وقتی که دو منظر را ما شنیدم چیم یک مرتبه سرم از خجالت تا شد که بنده خدا هنوز امام تو در دنیا ظهور نکده، هنوز امام تو غریب در دنیا و تو اینج در خود دل خورده چطن لذت های برزخی خوش کرده. اونو لحظه ای بود که مگه ما دعا کردم دست بلند کردم که خدایا اللهم عجل لولیه کلفر، خدایا فرجی ولی خود برسندن تا ما زود بوری در اکاب از اونا برسی. اینی منطقی یک مؤمن است عزیزانی گرامی که حتی مرگ هم منی از او ولیشی، حتی مرگ هم منی از او امام معصوم نمیتنه فاصله ایجاد کرد. یک صلوات بخوان بر محمد. اللهم صلی علی اینا لی توجه که نزیزانی گرامی مو چیکار کنیم که مو در معیت و همراهی ولی خدا باشیم، مو چیکار کنیم که همیشه در رکاب امام معصوم باشیم، مو چیکار کنیم که هیچ وقت خطی از مو از خط معصوم جدا نشد، مو چیکار کنیم؟ ای
چند دنه شرط در عزیزانی گرامی، سه دنه شرط در که ما اینا را انشاءالله از من زیارت عاشورا خدمت شما عرض می‌کنم. زیارت عاشورا را شما اگر بخوانید در منیش یک جمله وجود داره، در منیش یک جمله وجود داره، موگا این اللهم اینی اسألوک، اللهم اینی اسألوک، اللهم اینی اسألوک بمعرفت اولیائکم و معرفت، جمله زین ما بدل شد، مگر مو از خدا و متعال در منی زیارت عاشورا چی میخوایی؟ که خدایتون معرفت اولیای خمر بدی و معرفت پیروان اولیای خمر بدی و رزقن البراعت من اعدائهم و مورا روزی موکنو که براعت و اعلان بیزاری نسبت به دشمنان رو داشته باشی تا چی؟ تا اینکه ایجعلنی معهم فی الدنیا و الاخره، تا اینکه خدا مورا همیشه در دنیا و آخرت قدر شما مباشی. پس برای ازی که مو در مقام ایج علنی معکم فی الدنیا والآخره شونی، برای ازی که مو در زی مقام برسی سه دن شرط داره. اول نه شرط چی است؟ که مورا معرفت شما خدا مورا عطا کنه. فاسأل الله الذي اکرمنی بمعرفتكم، مو از خدا سؤال منی میخوایی که خدای تو کرم کو بریز مو و معرفت اهل بیت را مورا. فاسأل الله الذي اکرمنی بمعرفتكم و معرفت اولیائكم و معرفت دوستای شما را هم مورا بیده. ی دویم نشرت چی؟ و سیم نشرت چیه؟ و رزقن البراءة من اعدائكم. سه شرط معرفت خودی آیم علیه مسلم که مو معرفت از اونار داشته باشیم که انشاءالله بحث منی نانی و معرفت دوستای از اونا و اعلان براءت و بیزاری نسبت به دشمنان اهل بیت. این شرط اگر دمانه تو موجود شد او چیم تو میتر از خدا دعا کنی که ای یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره، اونو چیم است که خدایا ما همیشه میخوایم قد اهل بیت باشیم و میتنی اونو چیم. خوب توجه کن عزیزان گرامی، اول نشر چی شد؟ پس معرفت خودی اهل بیت عصمت و طهارت. شما خداوندشون خبر دارین که منظور از معرفت اهل بیت اینیه که فقط حسب و نسب از اونار ما بشناسیم، حسب و نسب از اونار، حتی شناختن و علم پیدا کردن فضائل از اونار هم معرفت حقیقی نیه. اینکه شما فضائل از اونار بفهمین، اینکه شما حتی تاریخ زندگی از اونار بفهمین، این هم معرفت حقیقی. اینا هم خوبه، اینا چیزهای لازمی است، باید داشته باش، خوبه، اما این معرفت، این مقدار معرفت انسان را یک سپاهی و سرباز فداکار برای ولی خدا بار نمیده. این معرفت تو را در عنوان یک سپاهی و سرباز فداکار امام معصوم تربیت نمونه، تو خیلی بار نداره، خیلی اثر نداره بریستو. معرفت حقیقی ولی خدا ای است عزیزان گرامی که شما عارف به حق ولی خدا باشید، بدانیم که ولی خدا چی حقی داره، ولایت را بشناسیم، بشناسیم که ولایتی که اهل بیت علیهم السلام، اون سرپرستی که اهل بیت علیهم السلام داره، اون یست که ولا اهل بیت علیهم السلام که اولیای خدا است، برای شما نسبت به خدا چون اولا است، تقدم داره. شما نسبت به خود خود اختیار دارین، اما امام شما برای خدا شما نسبت به خود خود شما اختیار دارتر است. ایمان از ما برای خود از ما نسبت به نفس از ما نسبت به خود ما مقدمتر است. یعنی اگر یک جایی یک مسئله پیش پایه، ما باید میل از خود خود، خواهشات از خود خود، خواسته های خود بیرون کنار، تو خودم ایمان ما از ما در چی میخواه، اینی رو مگه ولایت، یعنی تو تمام وجود خود اختیار امام معصوم بدی، او سرپرست از ما است، او سرپرست واقعی از ما است. اینی معرفتی، اینی است معرفت واقعی امام معصوم علیه السلام که شما بشناسین ولایت یعنی چی؟ ولایت یعنی که او از ما قدر اختیار دارتر است. عزیزی گرامی شما دوخین رویش حکومت سیاسی شیعه تا قیامت را، تا آخری تاریخ بشریت ای است که همیشه باید بلی سر از مو یک امام معصوم وجود داشته باشه. این رویش حکومت سیاسی شیعه است که تا آخرین روزی از این دنیا تا قیامت را یک ولی و یک ولی معصوم و یک امام معصوم باید برای سر از مو باشه، باید سرپرست از مو باشه. اگر خود چی باید پرده خیبت است، نائب چی باید سرپرست از مو باشه. این روش سیاسی حکومت شیعه است. یک نکته رو مهم خوب دقت کن جوانان عزیز، مو دمانی از دنیا انسان بغیر ولی نداریم. کسی در این دنیا شما پیدا نمیترین که در زیر ولایت یک کس نباش، انسان بغیر ولی مو نداریم. منتها یا انسان در زیر ولایت اولیاء خدا است، یا انسان در زیر پرچم ولایت اولیاء الهی است، یا اگر در زیر پرچم یا زنا نباشی، اگر تو در منی پروژیکت و منصوبی ولی خدا نباشی، اگر منی برنامه ولی خدا نباشی، شک نکو که موری در زیر پرچم شیطان و در منی پروژیکت و برنامه زو قرار میگی، شک نکو. انسان نیوشن مو در دنیا ندار،
انسان بغیر ولی مود دنیا ندر از خاصیت یہ دنیا فطرت یہ دنیا علمی است کہ انسان ہر انسانی رشم و پیدا کرین و یاد زیر ولایتی اولیاء الہی است یاد زیر پرچم شیطان است عبداللہ ابن عمر خبر داد یک انسان به ظاهر خوشک مقدسی بودک خیلی یک انسان مقدس مقدس نمائی بودک در زمانی که امام علی علیہ السلام زندگی مکدک ای بند خدا مادک مقدس گری های را شروع کرد افتاو زمان زمان فتنه و شبه واقعا بود زمان فتنه و شبه بود اما بعضی ها ایک قدر بصیرت چند ضعیف ها بعضی ها ایک قدر اما نگاه اجتماعی و سیاسی بصیرت و اجتماعی بصیرت ایک قدر ضعیف ها که در زمان امام علی و زمان یک طرف امام علی یک طرف و مو بند خدا بعضم تشخیص دادن میتونستن که حق کدایه خوب خبر بودن که رسول خدا فرمود علی مع الحق و الحق مع علی بعضم دارو تشخیص نمیتونستن بیدن که حق کجایه باطل کجایه یک طرف سورج ہے یک طرف خورشید ہے یک طرف ظلمت و تاریکی ہے بعضم مگفت ما فلان مگفت شرائط شرائط فتنه یا شبه یا خیلی معلوم نیه که ده حق لذا ما قد علی بیعت نمون گرفت از علی علیہ السلام دوشو بیعت نکر زمان امام حسن مجتبی رسید بعض می کبر رسید زمان زمان شبه و فتنه یا خبر می معاوی بر حق امام حسن پس ما احتیاط کنم قد کس بیعت نمون تا اینکه خدا نخواسته قرم بیعت کنم قدی گویشی و او ولی خدای بر حق نباشه و ما اشتباه کرده باشم احتیاط کرد زمان امام حسینم اماد امام حسین را نصیحت مکرد یا حسین نرو طرف مکه و مدینه طرف کربلا اونجی خدا فلانه این ترمشی اون ترمشی شکست مخلی امام معصوم را در اون نصیحت مکرد در عین حالی که خود چیز رسول خدا شنیده بود که رسول خدا فرمود هر کس فرزندم حسین را کمک و یاری نده ذلیل و خوار مشده دنیا در حالی که یعنی آدم حدیث را شنیده بود اما کمک که نکرد یه چی امام حسین را تکتا یکه و تنهایش بیعت نکرد رسید در زمان امام سجاد علیه السلام زمان عبدالملک ابن مروان که چند شب پیش قصهش کردم خدمت شما یکی از حاکمای عبدالملک ابن مروان کی بود حجاج ابن یوسف ثقفی موگه شاو تیم دروازه ایزی بنده خدا چخ چخ کرد خادم شمد کی گفت عبدالله ابن عمر گفت خب هیچ نیست به شاو چی میخوایی دارم گفت من در حجاج کار دارم کار بسیار ضروری دارم خادم رفت حجاج را از خواب بیدار کرد گفت عبدالله ابن عمر هم دارم چون یک شخصیتی شناخته شده ای بود حجاج چی رئی نکرد خب برکوی که تو که چی کار داره اما پیشی حجاج هم در خواب بود بره بستر پیش شیشت گفت چی کار داری دیست پیش شبیه هم ده از خواب بیدار کردیم اون گفت هی حجاج ما از رسول خدا شنیدم که من ما تا ولم یعرف امام زمانهی ما تا میتا تنجاهلیه هر کس که بمر و بیعتی ایگو امامی برگردن چی نباشه او در مرگ جاهلی مرده ای حجاج ما گفتم اگر تا صبح انتظار کنم ویج کنم ممکنه ما بمرم و بیعتی ایگو امام برگردن من نباشه لذا اندوم که قد توی حجاج ما بیعت کن توی که حاکمی و خلیفه اسلامی چندروی زمین استی ما اندوم قد از تو بیعت کنم عجاب جلگیز عجاب آدمی بدبختی گفت ما او سینا ندرم قدیس ما بیعت کنی همون جز ریلی لحاف پای خوب برکت گفت قد پای ما بیعت کن این قد پایش بیعت کن خاک در سر یستو تو اینکه قدیس مبارک علی ابن ابی طالب بیعت نکنی ما ای قد پای شیطان بیعت کنی این رنگ انسان حق شیره نیست پس وقت این دوستا مو انسان بغیر ولی نداره یا ولی تو و اولیاء الهی است یا خدا نخواسته اولیاء شیطان نظیر سرپرستی شیطان است انسان یک صلوات بخوان کم پیش پاین دوستا بله کم ذرا دوستان مجھے خدا شما خیر بده پیش پاین تاکہ اونام استفاده کرن بار دیگر صلوات لہذا عزیزان گرامی ای یک مسئلے است قیام قیامت شیعہ اتفاق دارے کی برے سر از مو باید یک ولی خدا باید برے سر از مو باش عزیزان گرامی خب سوال ایجاد مشا کہ چرا خداوند متعال بعضی از انسان ها را برے دیگر انسان ها سرپرست تیار مونا چرا خداوند متعال بعضی از انسان ها را ولی دیگر انسان ها تیار مونا خب بالاخره ای اولیاء الهی ائمه معصوم خب بالاخره انسان بودن خب چی مشه چرا اینا چی خصوصیاتی داره که خداوند متعال اینها را مرا ولی و سرپرست از مو قرار میده به طوری که از مو قدم برای از مو اختیاردارتر است اینها یک عقل کل است واقعا نمیتره ای امام های معصوم عقل کل بودن واقعا خب چی مشه چی خصوصیات داره که اینها را خداوند متعال برای دیگه انسان ها ولی و سرپرست کم زر پای ولایت را بشناسی
اینا ولی و سرپرست از مو قرار میده. سه خصوصیت منی امام معصوم وجود داره که این سیدان خصوصیت منی هیچ انسانی دیگه وجود داره. از خاطر امزی سه چیز اینا بر سر از مو ولی و سرپرست قرار گرفته اینا. او سه خصوصیت چیه؟ اولیش یست که علم امام معصوم یک علم بغیر خطا است. امام معصوم علم شی یک علم بغیر خطا است از زانی گرام. هیچ خطایی منی علم معصوم وجود نداره. برخلاف علم بشر، برخلاف علم انسان ها که ممکن الخطا هست. این قدر شما توخین در دنیا علم بشر پیشرفت کرده، چی قدر در مرای تکنولوژی پیشرفت کرده. مثلا موبایل را توخین یکی از پیشرفتی بشر علمی هست، تکنولوژی که پیشرفت کرده موبایل چیز خوبی است به ظاهر. انسان ها را میتونه قدردگی خود روابط چی بسیار آسان کرده، تو میتونه از گوشه و کنار دنیا قدردگی خود رابطه برقرار کنی. اما شاید لازم نباشه ما شمار بکنم که چی قدر زیاد ساید افکتس امی موبایل داشته. شاید ما شما جسارت باشه که ما شمار بکنم که موبایل تو چی قدر نقصانات تمام مخبر داریم، تمام مخبر داریم که چی قدر ساید افکتس منفی و نگاتیو امی موبایل داشته. تایم روز اینترنت بسیار چیز خوبی است، تمام دنیا را قدر دیگه شی کنکت کرده. شما میتونین از پروڈکت های علمی یک دیگه خود مختلف جاهای دنیا استفاده کنین. اما دور دانم خدا چی قدر استفاده های مثبت و علمی در وزم زین چریر بوشه چی قدر، و چی قدر استفاده های منفی و نامربوط در وزم زین چریر در وزم چی قدر فساد را می اندر خیم روز در دنیا. چیزی خوبی ها کسین کار نمیتنه، اما تو خود کنار شی هزاران ها ساید افکت هم داره، نگتیف ساید افکت هایی داره، اینا ضایعات و فضولات هم زیاد داره. اینا اندستری ها که شروع شده 300-400 سال پیش که دمانی زندگی انسان ها ماشین داخل شده، ماشین هایی که دمانی کارخانه ها هست در بسیار هم در وسیع انداز در پیمانه در وجود مایا و در پیشرفت هم کدر یه روز تو ما دوخ که چی کار کده قد دنیای ماشین ها این دو دیر زینا ایر پلوشن سارت پلوشن چی خدر در طبیعت را آلوده کدر یه که خود انسان ها که دور که بعد خود انسان ها که به طریق اولا از اینا نقصان می داره، چی قدر حیوانات را زندگی شدینا حرام کده در دنیا. منی دریا ها بورن دوخ که چی اتفاقات مفته، منی جنگل ها بورن دوخ که چی بلایی که دستر از دنیای ماشین ها که علم بشره نتیجه علم بشره است، چی بلایی که نورده، چی قدر ساید افکت هایی که نداشته. اوزون دیر در سراخ شده ریه، خون انسان ها آلوده شده ریه است، در آسابی و نفسیاتی بیماری ها روز تا روز رشد کرده. شما تو که نیچ چیه؟ علم بشر است که قدر ساید افکت های زیاد هم داره. اما علم معصوم یه رنگه نیه، علم معصوم بدون خطا است. یک روایت هست بسیار شنیدنی ہے، من ایک روایت ہو دلے کہ مغازرت داود قد جڑی بوٹی ها و پودا ها گب می زدک یہ کہ مگم گب می زد نہیں کہ انہاں زبانی دشتا باشا قد ازو گب می زد نا، یک رابطه خاص من ایز انہاں برقرار بود کہ انہاں حقیقت خرواز مکت برای ولی خدا. مثلا ایک پودای یا جڑی بوٹی میں ماں حضرت داؤد ماں بھائی فلاں بیماری خوب ماں بھائی فلاں چیز خوب میں نہیں فائدہ ہے، اما خواص خود مغف ولی خدا تو دان خدا منی عزیز ان گئی میں تنے وہ اشتباہ پیدا کر دی خود خود چھ دراو مگر دی خود چھ دراو مگر کہ ماں بھائی چی اس منی علم خدا منی علم ولی خدا هیچ خطا وجود نہ چرا چون او متصل است تا معدن علم خدا و متعال متعال عجیب واقعا یک قطره ای ازی دریای علم معصوم دگیر یک از بنده های خدا اگر بایا یک غوغایی مشه. خدا رحمت کنه شیخ بهایی رحمت الله علیه را نزدیکای 500 سال پیش در زمان صفویه زندگی میکنی بزرگوار رضوان الله تعالی علیه. شیخ بهایی از یک از کسانی بود یک قطره ای شاید از قطره هم کمتر یک مقداری از دریای علم معصوم دگیر ازی هم دبود غوغایی و پابده. 500 سال پیش یک امارتی را تیار کرد، یک خلاصه بیلدینگ را یک امارتی را تیار کرد، گفت باین هر چی کس که دل شما شد شور بیدین یک چی کار برش اتفاق نمفته. یعنی 500 سال پیش یک امارتی انتی ارتفیک تیار کرده بود زید زلزله 500 سال پیش که تا این روزه روز امور در اصفهان است من ارجنبان ما بشه هر چی کس که بولی شور بیدی یک روزه خاک هم از برش تانه مو بود هر چی کس که بولی شور بیدی شده تا این روزی که این روز است تمہاری نترستان بفاما که شیخ بهایی چی علم را استفاده کرده بود که یه دو مینار هر چی کس که شور میدی تس سمس نموشه هیچ کار نموشه شد امتی زلزله تیار کرده بود چیر ای خود تازه یک چی نیست عجیب و واقعا شیخ بهایی رحمت الله علیه نه فقط دوباره فیزیک سے از عالم علم پیدا کرده بود ایک چیزای را کشف کرده بود بلکه اثری معماری و آرکیتکتی از عالم را برای روح انسان هم پیدا کرده بود کشف کرده بود یعنی ایک عمارتی را بساز که برای روح انسان اثر داشته باشه یک اون تر علم را کشف کرده بود
یعنی عمارت یې کړی ساز کې بلې روح آدم بلې روح انسان اثر بیل شما خبرې اول نه نقشې حرم امام رضا رو شیخی بهایی جور کرده بود اول نه انجینیری حرم امام رضا می شیخ بهایی بود که نقشه شده ریخته بود در زمان صفویه بادشاهی صفویه مگه این اومد وقتی که انجینیرینگ کرد نقشه ها رو ریخت مصری ها و امی بناها و معمار ها را اینا رو کوی کرد که باید جور کرین اونا را تاکید کرد که تمام جای را جور کن صرف اما مین انتری گیرای حرم را جور نکن سری دروازه های انتری گیرا را تیار نکن اما درهای ورودی که از اونجا انسان امنی حرم داخل میشه سری دروازه های اونا را تیار نکن دیگه تمام جای تیار کن یک روز مگه شاه عباس ماه دمنی حرم برای زی که توخ کنه حرم کارش ده کجا رسید اما دید که تمام جای جور میشه امی سر دروازه ها من گیدا کیسه سر دروازه درو تیار نمشه اون پسند کردی نار چر تیار نانی گفت شیخ برو گفته که شما تا اون جای تیار کین اینج من کار دارم یا کار دارم میر تیار نکی شام پاس گفت نه لازم نیه دمو انتظار شیخ بشین گفت یار کیچ ما شما دستور می تیار اینم شروع کرد تیار کردو شیخ بعد از یک مدتی که مات دهره مامزا گفت تو کن چک کنی کار دارم دید که تمام سر دروازه ها رو تیار کرد گفت مگر ما شما نگفتم تیار نکی و شام پاس یک روز یمات بر دستور داد ما مجبور شد تیار کنی اما اون لحظه مگه رفت پیش شاه عباس مگه شما چرا دستور دادین که سر دروازه ها تیار کنن چرا دستور دادین گفت ما یکی دستور دادم شیخ شد گفت گفت ما یک کاری داشتم یک حکمتی داشت که ما اینا رو اشته بودم تیار ندیم چرا دستور دادین شاه عباس مگه ما دیشب امام رضا علیه السلام را خواب دیدم امام را خواب دیدم که امام مرا دستور دادن که برو ده حرم و مزدورا و معمارا رو بگی که سر دروازه تیار کن و منتظر شیخ بهایی هم نشی برو بگو نار دستور بدن تیار کن وقتی که مگه شیخ بهایی امیر شنید مگه یک مرتبه حیران ماندک گفت عجب پس معلوم میشه که امام رضا میخواه هم انسان های خوب ده حرم چی پایه و هم انسان های بد این شاه عباس شما رو حیران ماند که چطور چرا تو این قبر چطور میخواستی این قبر تو مگه دارم شیخ بهایی گفت ما یک معماری را یک اتر نقشه را کشف کرده بودم یک اتر معماری را کشف کرده بودم که سر از دروازه ها بزنم و انسان هایی که گناهگار و آلوده است تا بخواه از من از دروازه وارد شونه بده روح از یک اثری کنه روح از متنفر شونه نفرت ایجاد شونه و برگرده و منی حرم داخل نشونه همچنین معماری را ما در نظر داشتم و درو برش کار میکردم میخواستم باید اجرا کنم که اگر چونین انسان های آلوده اگر منی حرم داخل شونه برای روحشی اثر کنه نفرت ایجاد شونه و دل شن نشونه منی حرم وارد شونه اما امام رضا میخواه نه عزیز من تو کی هستی که درو اینا اگر دری از ما پیش از اینا رو باسه جز دری از ما اینا کجا باید بوره تو که اینا از دری از ما محروم کنی کجا بوره بیم تمام شی باید شما رو تو عالم خدا در کجای عالم در کدام یونیورسیتی شما رو این رنگ علم ها ایگو جای درس دادم شه ایگو جای البته العیاذ بالله خود کس خیال نکنه که ما درو علمی شیخ بهایی رو درو قد علمی امام معصوم مقایسه کنم ابدا اصلا قابل مقایسه نیه اما شما تو خیلی جلک یک جلوه از علم معصوم در گیر شما تا این روز را مردم منده که چیکار چی رنگوی کارات کدو البته بسیار کارای دیگه هم داره که جایش نیه سما عرض کنم خدمت شما لذا علم بشر خطا از جایز الخطا اما این معصوم خطا نداره دویمنه خصوصیت امام را عرض کنم زحمت شما تمام دویمنه خصوصیتی که من امام است و از خاطر اوزو بریز مستر پرست قرار گرفته ایه که عمل امام هم یک عمل معصومانه است در مقام عمل هم یک ذره یک نقطه سیاه در زندگی امام شما نمیگرد یک دل نقطه سیاه من قرآن است که مگه وقتی خدا حضرت ابراهیم را بعد از اون امتحانات سخت که در مقام امامت شیر آورد اینی جائلک للناس اماما گفت ما تو امام قرار دادم حضرت ابراهیم از بعد چی گفت و من ذریتی گفت آیا از بچه های از ما از نسل از ما هم میگو کس امام تیار موشن که خدا نتال چی فرمود ولا ینال احد الظالمین احدی از ما که امامت باشه در انسان های ظالم نمیرسن یعنی یک انسانی که در تمام طول زندگی خود اگر یک دنه گناه صغیره هم در زندگی خود کده باشه او انسان ظالم نیست چرا چون گناه بالاخره یا تو برای او شخص دیگه ظلم مونی یا برای نفس از خود ظلم مونی گناه ظلم است یا حق الناس را مخری حق مردم را ضایع کرده ظلم مونی یا برای نفس از خود ظلم مونی در هر دو صورت تو ظالمی اگر انسان در طول زندگیش یک دنه گناه صغیره وجود داشته باشه او ظالمه و خدا مگه عهد از ما که امامت باشه در ظالمین نمیرسه امام معصوم عملش هم معصومانه است اشتباه نمونه امام معصوم ای که بعضی ها این روزه می نظریه وجود داره بعضی ها ما اشکال نه چی مونگه نظریه داره مونگه امام حسین نعوذ بالله در کربلا گرفت اشتباه کنه چون اشتباه کرد شکست خورد این نظریه وجود داره متاسفانه گفتارم چند سال پیش آرتیکل با قاعده لکای کردن بعضی از روشن فکرای
متاسفانه گمراه مگه امام حسین که در کربلا رفت پال شده رفت چون در کربلا رفت اشتباه کردم دو خاطر شکست بود امام حسین باید گوی ابن عباس را گوش میکرد ابن عباس که در مدینه امام را در رو میکرد که نه رو خطر است ای مردم کوفه وفاداری قدستونی ها اون مردم کوفه ای که قد بابیت و علی علیه السلام بیعت بسته بود وفانه کرد قد امام حسن بیعت بسته بود وفانه کرد قدستو که چی نشده که مسلم قدستو وفانه نه رو مگه چون گبی ابن عباس گوش نکد رفت شکست خورد گبی ابن عباس رو گوش نکدی دادن را گبی ترما رو گوش مکدی که تیر ما گفت بیا ور 10000 دنا سربازی شمشیر به دست ما ده اختیار تو قرار میدیم چرا که بزرگ گوش نکدی چون گپشیر گوش نکدی رفتی قد افتاد و نفر شکست خورد عزیز من چون رفت نرفتی شکست خب گر که تیر ما رو گوش نکدی شاو یا شورا چرا چرا بار خاموش کدی یا لای خوب گفتیم بوری نرکس که میتنه بوره از تاریکی استفاده کرد دیخنه منار بید میشتی پیش کن چرا چرا بار خاموش ده و نر رای کدی چون رای کدی خوب تدبیر نکدی نعوذ بالله شکست خوردی چون ای قرار نکدی شکست خوردیم تو خود دوستا این گبی کیه؟ گبی چی کسایی هسته؟ گبی کسانی هسته که امام معصوم را نشناخته گبی کسانی هسته که ولی خدا را نشناخته او ایج نفهمیده که برنامه امام حسین علیه السلام منصوبه امام حسین علیه السلام نقشه امام حسین در کربلا چی بوده اصلا او ایج نشناخته ایج نفهمیده که برنامه امام حسین چی بوده عزیزان گرامی منصوبه امام حسین نقشه امام حسین تدبیر امام حسین در کربلا اصلا یک منصوبه جنگی نبوده امام حسین برای جنگ در کربلا نرفته درسته تمام امو لوازمات و مقدماتی که یک لشکر نظامی باید داشته باشه اون امام حسین کده بود لشکر مامور یزا لشکر امام حسین جناح راست داشت جناح چپ داشت مرکز داشت خیمه ها را بسیار در خوب ترتیب جور کده بود پس پشت خیمه ها خندق تیار کده بود تا دشمن از پس پشت حمله نکنه تمامی امو سیتاپ یک لشکر نظامی رو تمام شد امام حسین کده بود اما با تمام از این چیزا مقصد امام حسین برنامه و منصوبه امام حسین یک منصوبه جنگی نبود دلیل چی قبل چیه؟ اولا دلیل چندیه که اگر امام حسین برای جنگ رایی بوده خب گبی تیری ما رو گوش مگد دیگه گبی تیری ما رو گوش مگد مرفت از یمن ده هزار دن شمشیر زن میور ده سیه لشکر جمع مگد و یک کاری مشود امام حسین قبول نکن تیری ما رو گفتو ده هزار لشکر در درد از خود تو مخه او ده هزار لشکری که باید در واقعی کربلا وقتی که سیچویشن بسیار سخت شونه ترس بخن و فرار کنن و اون نقشه بسیار خوبصورت دیره که ما میخواییم بیک شونده منه کربلا او رو بیزنن خراب کنه آبون این حسین ابن علی رو ببرن ما این رنگ ده هزار لشکر در نیاز ندارم نشانی شمیه که تیره ما بنده خدا اگر تو راست مگی خواهد دیگر خود تو بیا قد حسین کن بکن خود چی لانا بعد امام حسین گفت حتما اون ده هزار نفر هم مثل خود تو ولی آدم هست مثل خود او رو قبول نکن یک نشانی شد تو یمنا علامت چی بسیار واضحه کی ده منه یک برنامه جنگی زن و بچه قد از خود خبر ده امام حسین زن و بچه را قد از خود خبر پس معلوم باشه که برنامه امام حسین یک برنامه جنگی نبود پس چی بود؟ چی بود نقشه امام حسین در کربلا؟ چی بود منصوبه امام حسین؟ چی بود اون نقشه خوبصورت یه که میخواست امام حسین در کربلا بکشه؟ چی بود؟ عزیزان گرامی امام حسین میخواست در کربلا جنگ رذائل و فضائل را راه بندازه امام حسین میخواست در کربلا جنگ آلودگی ها پستی ها تعلقات پست دنیاوی و نیکی ها و خوبصورتی ها و صفات الهی را راه بندازه اینی نقش امام حسین بود امام حسین میخواست که یک طرف خود چی که مظهر تمام خوبی هاست البته خود چی بهش نیاز نداره که انسان بوگه و بیشی جدایه مسئلهش جدا ہے اصحاب امام حسین و خاندان امام حسین کسانی بودن که مظهر تمام خوبی ها شده بودن امام حسین در کربلا کسانی را آورده بودن که یک ذره ضعف منیز اونها وجود نداشت یک ذره خامی منیز اونها وجود نداشت تمام چیزایی که برای عبودیت خالص خدا نیاز بود در منی اصحاب امام حسین و خاندان پاکش وجود داشت یک ذره نفس منیز اونها نبود اینی رنگ انسان ها را امام حسین در طرف خورده بود که خبر این وقتی کاروان گسرا در منی دربار یزید رسیدن یزید امزو آدمی که وظیفه داشتی کاروان را بیره در شام پرسان که گفت ریپورت بیدی در راه چی گذاشت چطور تیر شد مگه این آدم شروع کرد در ریپورت پیش کدو اما بسیار پشمرده و معیوسانه در ریپورت پیش میکرد یزید گفت صبر مگر شما کامیاب نشدین مگر شما فتح حاصل نکدین مگر اینا شکست نخوردی و سرا پس چرا تو در معیوسانه و پشمرده در ریپورت پیش منی
این بنده خدا در جواب گفت که چی مونگی یزید؟ گفت اینا اسیر نبود، مو اسیر یزینا بودی. در تمام از این راه یک مرتبه مو یک آخی زلیلانه از اینا مو نشنیدیم. در تمام از این راه یک دنه التماس زلیلانه ای بو از اینا از مو نکدک مگه مو چی مونگی تو؟ اینا اسیر از مو نبود، مو اسیر از اینا بودی. اینی رنگ انسان هاری ما حسین آورده بود در میدان کربلا. یک طرف تمام خوبی ها جمع شده و یک طرف در مقابل خوی امام حسین کسانی در مقابل امام حسین کسانی هست که امام اشت که اینا تمام خباست های خوره، تمام پستی های خور برو بندخته. چیکار شده برای ازی که در طول تاریخ بشریت استی استی امام حسین قد ازی جنگ رضایل و فضایل که را اندخته بود، میخواست امام حسین زمیر و جذبات تمام انسان ها را در تاریخ بشریت بیدار کنه. از تمام اول زمیر مرده شیعه را بیدار کنه، جذبه زنا را بیدار کنه و از بعد تمام بشریت را جذبه و زمیر شند را بیدار کنه تا بفهم شیعه که حق چقدر خوبصورت است، تا بفهم شیعه که باطل چقدر بدصورت است. و از شیعه بعد از شیعه تمام عالم و تمام انسانیت و بشریت بفهمه. اینی نقش امام حسین در میدان کربلا. امام حسین برای جنگ نمده بود که امام حسین نمده بود که انسانیت را نشون بده که حق چقدر خوبصورت است. امام حسین نمیخواست قد 10000 لشکر تریما و یا مثلا قد 4 نفر دیگه که از 10000 رای دومان سیاه لشکر جمع شه امین نقش خوبصورت امام حسین را بگه گفت لکدار کنه. نه، میخواست خالص یک نقش بسیار خوبصورت بکشه تا کی تاریخ بشریت معیار حق و باطل پیدا کنه، خوبصورتی حق را بینگرنه و در پای حق ایسته شونه، برای حق فداکاری کنه. اونو چه مثل که وقتی بشریت را امام حسین علیه السلام آماده کرد، اونها را در پای حق آورد امام حسین ایسته کرد، اونو چه اونها برای ظهور فرزند چه مهدی آماده میشه. اونو چه مسته که اونا برای ظهور آماده میگی که شما میگردین در 40 سالانه درو 30 میلیون 40 میلیون نفر هر سالم درو زیاد شده رهی است. مردم دیوانوار هیچ چیزم خبر نداره طرف حسین درو حرکت رهی قدر رهی است. یعنی که فرزندم مهدی غم نکو، برای استو هم من حسین یار جمعون، برای استو هم من حسین یار جمعون. قدرمزو فریاد مظلومیت خود که در کربلا داده بود حل من ناصرین ینصرنی او تایم بود. امام حسین اینی مقصد چی بود؟ جنگ رضایل و فضایل را انداخت. شام شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام است. امام حسن مجتبی بسیار امام مظلومی است از آن، بسیار امام مظلومی است. امروز شما اگر در کربلا بارید لاکها زائر دور حرم امام حسین علیه السلام در اون تو، امروز شما در مشهد بارید هزارا زائر در اون گرد حرم امام رضا در اون طواف. ما ببینم برای غربت امام حسن شاید ایتیم فقط یک زایر داشته باشه و اون فرزند قریب شی آقا امام زمان بیشه. یا امام زمان ما هم در غم شما برابر شریک هستی. یا امام زمان خبر ندارم بیتیم کجای شما بر سر قبری جب دی مظلوم خواه آقا امام حسن هستین یاد ایبو مجلس حضور دارین ما در غم شما شریک هستی آقا جان. امام حسن خیلی مظلومه، یکی از علما مگه ما حضرت زهرا را خواه دیده روزخان بوده مگه شکایت کرد بی بی گفت شما مصائب فرزندم حسین را زیاد میخواهید اما مصائب حسن مرا نمیخواهید. چرا؟ حسن ما هم مظلوم بوده چیرنگ مظلوم بود امام حسن مجتبی اجرکم الله عزادارا. امام علی هم مظلوم بود، غریب بود. امام علی را قبرو مردم سلام کی نمکده هیچی جواب سلام شرهم نمیده، بسیار مظلوم شده بود علی. اما علی مرتضی یک دل خوشی داشت، مگفت اگر اینا لی به خانه برم همسر من زهرا زهرای مهربان تا یک لبخند بیزنه تمامی غربت و غم علی دور میشه. علی یک دل خوشی داشت در خانه یک محرم راز دارم اما ببینم برای حسن مجتبی که در خانه خوام غریب بوده در خانه خوام یک محرمی نرشد از زن بدبخشی با امرد شهادت رسن بگ. الله اکبر. نمیدانم نانجیب کدام زهر رای بابی حسن علیه
بنے چل کے ڈر ٹکڑائے جگر حسن بنے تشتہ بانم اللہ اکبر یکی از علماء ازادارا مدعیما میں حسن رکھاو دی دم از مولا پرزان کدم کی مولا شریدوں کی ٹکڑائی جگر شما بنے تشتہ بانم شریدوں کی جگر شما پارا پارا شدہ بود مدعیما میں حسن سلام اللہ علیہ دا حالت غربت یک بردبا فرمود جگری از ما او زمانی پارا شد کی دا کوچہ های مدینہ مادر ماز دست ما گرفتا رائی بود او نارا جی مادر برسی لی زنا جگری حسن او زمان پارا پارا شد وقتی تاری سوخت مرے مادر افتاد جگری حسن او زمان پارا پارا شد کی منی کوچہ های مادر شد تازی آنا زنا اشرکمالاللہ ازارا اشرکمالاللہ مولا امام حسن مجتبی فرزند رسول خدایا ای مسلمانا ای امتی ها امام حسین حق داره در کناری جد خوب آید در من شنه اما شما دو خلقت جنازه حسن غریب چی کار کدن جنازه تیر باران کدن اما قبل از مر شهادت یک سفارش کدن برادرم حسین برادرم عباس هر ظلمی که قدس بکنن اشکن شمشیر بدن نکنین عباسی با غیرت استا اما برای جنازه حسن تیر باران مشا اما یا امام حسن مجتبی غم نکین تا نیابتی شما نکر برا فرزن شب قاسم شمشیر میکشا قاسم ابن حسن آخرین یادگار پدر آخرین یادگار حسین ابن علی ای ازادارا شما خبر باشین بچه برار بسیار شیرینه مخصوصا او بچه براری که یتیم شده باشه بسیار شیرین است اما دمن خیمه امو امو جان من اجازه میدان بدیم امو جان اجازه میدان بدیم هرچی اصرار کردید امام درو اجازت نمیده یک مرتبه زانوی خم بغل بنا قاسم یک طرف خیمه میشنه یک چیز دا یاد چی مایا چی دا یاد قاسم مایا مگه دا یاد چی مایا آخرین لحظات زندگی امام حسن یک بازو بند بسته کده بند برای قاسم قاسمام هر وقت زیاد غمگین چودی این بازو بند رواز که تو خوچی لگاهیه ونیشی سری بازو بند رواز بنا وقتی واز بنا بابا چی لگاهی کنا پسرم قاسم هر وقت دیدی اموی تو حسین غریب شدن تو خاص کمر دریغ نکنی قاسم یک مرد با خوش آل مشا اجل کمال اللہ ازانا من آخری جمله آیا حضرت قاسم نامه پدر را گرفت پیش حسین بیرا امام حسین تامی بینا خط برادر شو حسین خط را در چی بای خوبیزنا اما راوی مگا حضرت قاسم را در بغل خو گرفتا این قدر ایدون پر گریمون اگی خوش بود اجر کمال الله امام حسین دیگه چاره ای ندارا امام حسین حضرت قاسم را در بنی خیمه مادر شمون را عباس را کوی بلا عباس هم بیا قاسم را آماده کنم عباس علمدار حضرت قاسم را آماده منا امام حسین مگه صندوق داشتن منیز صندوق قبای پدر شی پدری حضرت قاسم بودن قبای حسن را دا جان قاسم میدن اما می حسن را دا سر قاسم بسته منا وقتی که قاسم به طرف میدان بولا پا امام حسین صدا میزن فرزندم قاسم خد پایخو به طرف مرگ رایی امام حضرت قاسم بر میگرده بگه یا امو چطور نرم به طرف میدان در حالی که شما غریب مندیم اجر کمال الله ازادارا حضرت قاسم به طرف میدان مورا جنگ جانا نیمونا اما یک نان عجیب یک شربت شمشیر بر فرق قاسم بزن قاسم مرز در زمین کربلا تا در زمین مفت فریاد بزن امو جان به داد قاسم براز راوی مگه امام حسین به سرعت خود بر به طرف میدان مبرا تا میرسن نه میبینه یک نارجی بخواه سر از بدن قاسم جدا کنه ازاد آلا امام حسین و ناجیب را دور مونا اما او دوستا و یارای خورم کوی مونا تا که یارایش مایا
تمنے میدان کربلا تمام شہدا شہید شدہ من ازبات کو رہا بر جسم نادرین جن رافتن اما واحد شہید کربلا قاسم بود کہ ہنوز نفس بھی کشید ہنوز زندہ من کنا نجیبا اسمار دوا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون پروردگارا سنا دے تو مظلومیت کی حضرت قاسم علیہ السلام تعجیل در فرج آقای امام زمان بفرم پروردگارا تو را به حق کریم اهل بیت آقای امام حسن مجتبی علیہ السلام با مغفرت گناهان من قلب امام زمان از ناراضی و خشنود بدر پروردگارا به حق امام حسن مجتبی علیہ السلام گناهان کبیره و صغیره پدران مادران ذوی حقوق اساتید جمع حاضر ببخش و بیان پروردگارا به حق آقای امام حسن مجتبی علیہ السلام حاجات شرعیه همه مؤمنین مؤمنات ملتمسین دعا بلخص جمع حاضر بندی حقیر برآورده باخیر بفرما پروردگارا به حق آقای امام حسن مجتبی علیہ السلام مشکلات مسائل گرفتاری های همه مؤمنین مؤمنات کسانی که التماس دعا گفتن بلخص جمع حاضر برطرف بفرما پروردگارا به حق آقای امام حسن علیہ السلام سفر همه مسافرین بلخص سفر زواران با عبداللہ حسین بی خطر بفرما پروردگارا به حق آقای امام حسن علیہ السلام تمام مشکلاتی که بر سر راه عزیز و والا قرار داره خدا به حسن مجد برطرف بگردان پروردگارا تو را به حق کریم اهل بیت آقای امام حسن علیہ السلام رزق و روزی واسع و حلال نصیب همه مؤمنین مؤمنات منفمسین دعا بلخص جمع حاضر عنایت بفرما پروردگارا به حق آقای امام حسن مجتبی علیہ السلام مریضان همه مؤمنین مؤمنات مریضان مورد نظر سفارش شده ها شفای کامل و عاجل عنایت بفرما پروردگارا به حق آقای امام حسن مجتبی علیہ السلام کسانی که بر علیه دین و مذهب تشیع کارونه اگر قابل هدایت نیستن نیست نابود بگردان پروردگارا به حق آقای امام حسن مجتبی مملکت عزیز پاکستان را از شر دشمنانش نجات بده پروردگارا به حق آقای امام حسن مجتبی علیه السلام حجاب و عفاف خواهران ما را محفوظ بدار پروردگارا به حق امام حسن مجتبی علیه السلام جوانهای ما را در راه خودت هدایت بفرما ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامة